سلام بچه ها، چطورین؟ خوش اومدین به این ویدیو. من آرزو امیرزاده هستم. امروز قراره راجب فیلم راجب سریال رهایم کن قسمت 17مش با همدیگه صحبت کنیم. پس بزن بریم. خوش برگشتین به این ویدیو. خب بریم سراغ سریال قسمت 17مش ببینیم که چی شد. خب مثل همیشه یه فلش بک داشتیم. فلش بکمون هم برمیگرده به نغمه که در حال صحبت هستش با افسره که افسر اون منطقه هستش و تو خونه نایب سرخی هاست و همه هم مثل این که تشییع جنازه‌ن و نغمه توی خونه تنهاست و افسره میاد دنبال حاتم داره میگرده به خاطر قتل، به خاطر قتلی که کرده، ولی اونجا هیچ صحبتی نمی کنه که بگه راجبه کدوم قتل هستش، راجبه عبدالله هستش یا یاشار. و نغمه میگه که خب بالاخره نایب سرخی ها هم مثل این که به خون آلوده شد دستشون و به افسره میگه که تو مثل همیشه اجازه میدی که خون کسایی که مردن پای مال بشه و بهش میگه که میدونی حاتم کجاست؟ اونم میگه که آره میدونم ولی بهت نمیگم، چون اگه بگم خون همه اون کسایی که تو الان مردن پای مال میکنی و به بعدم میذاری نایب سرخی ها همجوری بکشن. و از حرفاش معلومه که انگار که نغمه پدرش رو توی معدن، انگار یه آتش سوزی تو معدن شده و توی معدن پدرش رو از دست داده و این افسر همون موقع افسر بوده مثل این که و هیچ کاری نکرده و نغمه میگه اگه کاری کرده بودی برای پدر من شاید الان درجه ها بیشتر بود. و افسره میگه که قول شرف میدم، به شرفم قسم که تو به من بگو حاتم کجاست، منم قول میدم دیگه کسی خونش پایمال نشه، از خون کسی نمیذارم به خاطر نایب سرخیا. و نغمه میگه که شرف تو علیکی قسم نخور و بهش میگه که فرار کرده، در حالی که نغمه اصلا خبر نداشته و علیکی دروغ گفته بوده به افسره. و یک جورایی انگار معلومه که نغمه علت این که دوباره برگشته انتقام خون پدرش هستش و انگار که علیکی بر نگشته. من اینجوری حس کردم که میخواد انتقام بگیره از نایب سرخیا. خب شروع فیلم بازم با نغمه هستش که رفته همون جایی که مارال حاتف رو قایم کرده، همون خونه، میره اونجا و حاتف سری میاد بیرون، میگه که چرا اومدی اینجا، من الان به این چی بگم، یعنی به مارال چی بگم، بگم تو چجوری این راهو پیدا کردی، چجوری اومدی اینجا. نغمه بهش میگه که مامورا دنبال حاتمن و میگن که قتل کرده، تو هم برو به خلوتت برست. و مارال هم همون لحظه در میاد میگه چی شده و این حرفا و متوجه میشه که حاتم دارن میگیرنش. نغمه هم از همونجا میذاره میره و فکر کرده بوده که حاتم اونجاست، ولی وقتی حاتف رو میبینه میگه که نه اشتباه کردم، اونجا نیست، اگه اینجا بود الان جنازه تو رو برون بود، یعنی تا الان حاتم کشته بودت. و سوار ماشین میشه و میره. همون از هم مارال بهش میگه که این چجوری اینجا اومده و حاتف هم میگه من نمیدونم. و نغمه هم سوار ماشین میشه و هین سوار شدن تو ماشین به حاتف و مارال میگه که بالاخره پیدا میکنم کسی که حاتم رو لو داده و سوار ماشین میشه و میره. سکانس بعدی هم دوباره نغمه است که رفته توی خیابون داره دنبال حاتم میگرده، انگار که میدونه حاتم قراره از اونجا رد بشه، از اون خیابون اونجا منتظر میمونه و وقتی که حاتم میاد نغمه سری میدوه میره جلوی ماشین رو میگیره. حاتم هم ماشین پیاده میشه و میگه چی شده، واسه چی اینجایی؟ نغمه میگه که تو آدم کشتی، یکم مظلوم نمایی میکنه در حالی که ذاتش واقعا این شکلی نیست تو این فیلم و دنبال انتقام انگار و داره نقش بازی میکنه و به حاتم میگه که تو آدم کشتی، آره مامورا دنبالتن و این حرفا رو بهش میزنه و میگه که نغمه به حاتم میگه که فقط برو از اینجا، فقط برو، فقط به خاطر
به خاطر راما هم که شده، برو از اینجا. بچه‌ها فکر کنم تا الان صدای من خیلی ضعیف بود، به خاطر که میکروفون رو برعکس گرفته بودم، برعکس یعنی که اینوری گرفته بودم، در واقع بعد اینوری میگرفتم. اگه تا الان بد بود دیگه معذرت میخوام. هلو، یک دو سه، الان فکر کنم دیگه اوکیه. نه، بعد نغمه هم بهش میگه که فقط برو از اینجا، به خاطر راما هم که شده برو، و میاد که سوار ماشینشه. نغمه میگه که من با هات میام، و اون با ماشین خودش میاد و حاتم هم با ماشین خودش میره. و وقتی هم که داشتن میرفتن، حاتم به راما میگه که میدونی که چقدر دوستت دارم، تو عزیزترین کس منی، من بغیر از تو اینجا هیچ کس رو ندارم، و این حرف رو بهش میزنه و بهش میگه من یه کار بدی کردم، باید یه چند روزی برم جایی. و راما بهش میگه که منم با هات میام. میگه نمیشه، من کار بدی کردم و باید برم. اونم میگه من کار بدی کردم، دکمه ای که مال لباسش بو شکونده بود و بهش میده، میگه منم کار بدی کردم، منم باهات میام. و اونم میگه که حاتم بهش میگه که تو پاکی، تو هیچ وقت نمیتونی این کارا رو انجام بدی. و ماشین پیاده میشه. البته قبل اینکه ماشین پیاده شه، راما رو بغل میکنه، میبوستش. راما بهش میگه که منو تنها نذار. و حاتم میگه که من هیچ وقت تنها نمیذارم، همیشه کنارتم. اما ماشین پیاده میشه، نغمه هم ماشین پیاده میشه، راما رو میسپاره دستش. قبل اینکه بسپاره بهش میگه که میخوام برم خودم معرفی کنم. و نغمه هم یه جورایی به صورت گریه‌زاری و این حرفا بهش میگه که نکن این کارو، مثلا راما رو ببین، نکن این کارو، این حرفا رو بهش میزنه. و یک جورایی حرف از مردن و خودکشی کردن خود نغمه میزنه که تا تو بیای من میمیرم، و این حرفا رو بهش میزنه. و بعدش هم بهش میگه که من منتظرت میمونم تا دلت با من صاف بشه. و بازم بهش میگه نکن و اینا. حاتم میگه که یه چیزایی روی پیشونی آدم نوشته میشه و دیگه هم پاک نمیشه، خون مردم روی گردن منه و بعد برم تاوانشو پس بدم و این حرفا. میره سمت اون افسره و خودش رو معرفی میکنه و خودش همه چیشو بهش میده، همه کمربند و ساعت و انگشتش رو همه رو خودش میده. و افسرم بهش میگه که من میدونستم که تو مرد فرار نیستی. و سربازم صدا میکنه، میگه که این اتاق رو اوکیش کن و ببین هرچی آقا نیاز داره بهش بده. سکانس بعد کارگرهای معدن رو داریم که همشون مشکی پوشن به خاطر شاهین و دارن صحبت میکنن با هم دیگه. و همون لحظه هم اون مرده که رارنده بود، اسمش رو یادم نمیاد، اون میاد داخل و همونجوری که گرم صحبت بودن و اینا، بهش میگه که آره بهرام رو توی شمال دیدم و مثل اینکه از اون شهرم به خانوادش رفته، به خاطر همینم بهرام رو توی شمال دیده. و مردم میگن که کجا بوده، که چرا خبر ندیدی. حرفا میگه خب چی شده مگه، میگه نمیبینی هممون مشکی پوشیم به خاطر شاهین. بعد مردم بهش میگن که آدرس چیزو به همون بده، آدرس بهرام رو به همون بده. مردم فکر میکنن که به خاطر عبدالله است که حاتم رفته توی زندان، ولی انگار که به خاطر یاشار هستش. اما تا اینجای فیلم هم هنوز مشخص نشده که به خاطر چه چیزی هستش که حاتم رفته زندان، به خاطر عبدالله یا به خاطر یاشار. سکانس بعدی مارال رو داریم که داره میره سمت خونه، همونجایی که حاتف هستش، و میره بهش میگه که حاتم خودش رو معرفی کرده، گرفتنش. ما بریم اونجا همه چی رو بگیم، ما هم بالاخره اونجا بودیم، ما هم همدستش بودیم و مجازاتش رو از گناهش کمتر بشه. و حاتف قبول نمیکنه، میگه نه این کار رو نکنیم. میگه ما فقط چالش کردیم، ما که تیراندازی نکردیم. این حرفا مارال هم میگه که نمیشه، باید این کار انجام بدیم و این حرفا. بعد همش میگم این حرفا. حاتف هم بهش میگه که از کجا معلوم که این تله نباشه، از کجا معلوم که اصلا حاتم نگفته باشه که کار ما دوتاست، ما دوتا شلیک کردیم، از کجا معلوم که تا حالا مامورا دنبال ما نباشن. این حرفا رو بهش میزنه. بعد مارال هم بهش میگه که خب حداقل بریم به خانواده یاشار بگیم که ما دوتا هم بودیم و رضایت بگیریم که حاتم بیاد بیرون. و حاتف اول میگه نه، اما چند دقیقه بعدش میگه که باشه میرم، به خاطر تو میرم. سکانس بعدی دوباره حاتم رو داریم
که داره به افسره میگه که کی منو منتقل میکنی، کی اینجا میریم، و اونم میگه که 2 روز دیگه منتقلت میکنیم به تهران. و میگه که همیشه فکر میکردم اگر یک روزی تو پات به اینجا باز بشه، مردم اینجا رو به خاطر ضمانت تو، به خاطر تو اینجا صف میکشن، اما هیچ خبری نیست. و اینو بهش میگه که میتونی از تلفن استفاده کنی و به خانوادت خبر بدی که کسی پیگیر کارت شه. اونم میگه که نمیخوام، فقط میخوام قبل اینکه منتقل بشم با خانواده شاکی صحبت کنم. افسرم بهش میگه که به نظرم بهتره که یکی دیگه به غیر از تو بره ازشون رضایت بگیره. و حاتم هم میگه که من نمیخوام ازشون رضایت بگیرم، میخوام ببینم که این کیه که تا الان سکوت کرده و الان یهو شاهد شده و اومده این کارا رو انجام میده. و اونم میگه نمیدونم، اما من حدس میزنم که تو اونجا تنها نبودی. و اونم میگه پسرم رو دزدیده بودم و منم تنها بودم، هیچ کس دیگه همراه من نبود و داداشش رو لو نمیده با اینکه این همه داداشش بهش بدی کرده. دستم درد گرفت. خب سکانس بعدی افسانه رو داریم با نایب خان، که افسانه اومده به نایب خان میگه که من میخوام برم و پدرش کلن سکوت میکنه و دوباره افسانه میپرسه که نمیخوای بپرسی من کجا میرم، دوباره سکوت میکنه. افسانه میگه که میخوام امونانسه رو ببرم جایی و شروع میکنن یه سری گپ و گفتگو با هم دیگه یه سری صحبت ها میکنن و همون موقعی که داشتن با هم دیگه صحبت میکردن، دوتا از کارگرهای خونش، همون دختره و اون پسره که مشکل زبون داره، مثل این که نه مشکل شنوایی فکر کنم، نه جفتشه، هم مشکل زبون هم مشکل شنوایی داره، میخواد بیاد خواستگاری اون دختره که دوستش داره و میاد بهش میگه که، یعنی دختره میگه که نایب خان اگه اجازه بدی ما فردا نمیایم چون میخواد بیاد خواستگاری. و نایب خانم بهش میگه که حاتم میاد براتون عروسی میگیره به شرطی که بعد که عروسی گرفتید کلن از اینجا برید سر زندگی خودتون و سر سامون بگیرید. و اونام که میرن، موقعی که افسانه هم داشته میرفته، طبق گفتگوی که با هم میگه داشتن، پدرش بهش میگه که من بلد نیستم بدون تو زندگی کنم، زود برگرد. و افسانه هم از اون اتاق میره بیرون. آهان این نکته هم بگم، افسانه به پدرش میگه که نمیخوای بری حاتم رو ببینی، میگه که نه نمیخوام پشت میله های زندون ببینمش. این نکته جا مونده بود. سکانس بعدی مارال رو داریم که رفته پیش حاتف، همون خونه ای که حاتف رو قایم کرده، اما حاتف انگار اونجا نیستش و اونجا کمی قدم میزنه، کمی فکر میکنه و میره سراغ دفتری که همیشه دست حاتف بوده. حاتف همون مارال رو که اون گوشه نشسته بود نقاشی کرده. سکانس بعدی راما رو داریم که انگار از تنهایی اومده بیرون و داره همجوری قدم میزنه و میره سمت مردم، مردم بهش اهمیت نمیدن و میاد با بچه های همسن سال خودش بازی کنه و اونا تو بازی راش نمیدن، اونم ناراحت میشه و میره یه گوشه میشینه. همجوری که ناراحت بود یهو شروع میکنه گریه کردن و میگه بابا حاتم، که دقیقا همینجا که میگه بابا حاتم میره تو سکانس بعدی، که سکانس بعدی ما حاتم رو داریم که اخواب یهو پا میشه با صدای راما و میبینه راما پیششه، که ناصر راما رو آورده پیشش و باش صحبت میکنه و یادی از شاهین میکنه و میگه که آره شاهین من اینجوری بود اینجوری بود. و حاتم هم بهش میگه که به خدا نمیخواستم اینجوری بشه این حرفا. ناصر هم میگه که کار نیمه تمومت رو تموم میکنم و حاتم هم میگه که نکن این کارو، دیگه طاقت یه خونه دیگه یو نداریم. ناصر هم بهش میگه که تو به خاطر پسرت شهر رو زیر و رو میکنی، پسری که فقط 5 ساله داریش، بعد انتظار داری که کسی که خونه بچه منو ریخته نریزم. و میره از اونجا و میگه که دمه در منتظرتم، که فکر کنم با راما هستش. و اونجا هم حاتم و راما پیش هم دیگه میمونن و میره سکانس بعدی. سکانس بعدی مورال رو داریم که رفته پیش خانواده یاشار. اول پدرش رو میبینه، به پدرش میگه که شما پدر
چیز هستین، یاشار هستین، اونم میگه بگو تو دیگه کی هستی این حرفا. اونم بهش میگه که حاتم تنها نبوده، من و داداشش هم اونجا بودیم و جفتمون دست داشتیم و این حرفا رو بهش میزنه. همون لحظه که داشته حرفی زده، مادر یاشار به حاتم، به مارال حمله میکنه و گلوش رو میگیره جوری که مارال نزدیک بود خفه بشه و مارال میاد که صحبت کنه، بگه که آره پسرتون این کار کرده بوده و ما مجبور شدیم این کار کنیم و فلان. پدرم بهش میگه که من همه چی رو میدونم، رفیقش اومد همه چی به من توضیح داد، حتی من رو برد پیش جنازهش. و مادرش میگه که من خودم جنازه بچم و با همین دستام آوردم بیرون و بچم پوسیده بود و این حرفا رو بهش میزنه. و پدرم بهش میگه که برو از اینجا، فقط برو از اینجا، من تا حاتم رو بالای دار نبینم راحت نمیشم، آروم نمیگیرم. و بهش میگه که وقتی هم رفیقش اومد اینجا بهش یه توف انداخت یه دستم و بهم گفتش که چرا شکایت نمیکنی، واسه چی شکایت نمیکنی و خون پسرتو، خون پسرت پایمال نشه و این حرفا. همونجا مارال یهو میفهمه که وای کار حاتف هستش، یعنی حاتف رفته این کار رو کرده و حاتم رو لو داده و کار کرده که خانواده یاشار برن ازش شکایت بکنن. سکانس بعدی بهرام رو داریم. بهرام داره کار انجام میده، سابکارش یهو میاد بهش میگه که فراری هستی، برای چی اومدی اینجا که حتی نون چیزم نمیخوای، پولم نمیخوای. اونم میگه که من طلبکارم. اول گفت کسی مگه چیزی گفته، اونم گفته بگو بهم و اینا. اینم بهش میگه که من طلبکارم، پول مردم دستم بوده و فلان شده به من شده، بعد پول مردم بدم. اونم بهش میگه که پس چرا پولی از من نمیخوای. و بهرام سکوت میکنه و اونم بهش میگه که معلومه که داری دروغ میگی این حرفا. اینجا همینجا این سکانس تموم میشه و میره سراغ مارال. مارال توی همون خونه که حاتف رو قایم کرده بود اونجا نشسته و منتظر حاتفه که حاتف میرسه. حاتف میرسه و بهش میگه که نشد، من هر جور صحبت کردم با خانوادش اینا، خانوادش مثل که هم موقعی که جنازه رو دیدن بدتر شدن و حرف گوش نمیدن و هر چی رضایت خواستم بگیرم اصلا انگار نه انگار. و مادرش هم کلی ما رو نفرین کرد و این حرفا رو زد. و همونجا مارال همونجوری سکوت کرده بود، بلند میشه یه دونه میخواب نزیر گوش حاتف و میگه که برای چی این کارو کردی، برای چی رفتی لو دادی، این حرفا رو بهش میزنه. و حاتف هم بهش میگه که من به خاطر تو این کارو کردم، اگه من این کارو نمیکردم حاتم ما رو گیر مینداخت و معلوم نبود چه بلایی سرمون می آورد. و میگه که من عاشقتم، من دیوونتم، آره من دیوونم، فلانم بمانم، این حرفا رو بهش میزنه. و میگه که مارال موقعی که داره میره بهش میگه که هیچ کس مثل من نمیتونه عاشقت باشه که این کارا رو برات بکنه، من از عزیزترین کسم، از برادرم به خاطر تو گذشتم، من دیوونه ی تو شدم همون موقعی که گردنبند مادرم رو بهت دادم و تو سکوت کردی، همون موقع دیوونت شدم و همون موقع همون لحظه اول که دیدمت. این حرفا رو بهش میزنه و بهش میگه که ما فردا قراره بریم و تو هم با هم میای دیگه. و مارال همینجوری سکوته. حاتف هم دوباره بهش میگه که فردا ایسکای راه آهن منتظرتم. و مارال از اون خونه میره و همینجا فیلم تمام میشه. همین فیلم تمام میشه و آهنگ پایانیشم ریمیکس مرحوم تورج شعبانخانی هستش، همون آهنگ قبلی هنوزم چشمای تو این حرفا، همونه فقط ریمیکسش کردن. نظر من راجع به این قسمت، به نظرم بازم حاتم جوون مردی کرده و نشون میده که فوق‌العاده فرد مسئولیت پذیر و فردی هستش که نمیدونم چه کلمه درستی براش پیدا کنم. واقعا شما اون کلمه رو برای من کامنت کنین حتما که چه فردی بگیم به حاتم که اینقدر ناراحته به خاطر که یک نفر رو زده کشته و هر شب از اون موقع که این کارو کرده همش کابوس داره و خودش هم تسلیم میکنه، خودش رو معرفی میکنه و
واقعا میتونیم یک فرد مسئولیت پذیر بگیم. و یه کلمه دیگه هم میتونیم بهش بگیم، اما هرچی فکر میکنم روی زبونم نمیاد اون کلمه. شما حتما اون کلمه رو برام کامنت کنین. اصلا حاتم رو تو این قسمت بخواین توصیف کنین، چی بهش میگین؟ چه کلمه ای میگین؟ به نظرتون مارال برای قسمت بعدی که قراره برن ایستگاه راهن، به نظرتون میره ایستگاه راهن؟ یعنی با حاتف میره از اون شهر یا نمیره؟ اینم از قسمت 17 سریال رهایم کن. مثل قسمت قبلی سکانس سکانس ما هم دیگه رفتیم جلو و فکر نمی کنم دیگه چیزی رو از قلم انداخته باشم. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون.